سلام. سلام، چه خبر؟ بازار رو بار کردی؟ دخترم مهمونی داره، مادرش اینا رو برام لیست کرده. بیا بشین آقا، یه نفسی تازه کن. نه، برم اینا رو برسونم تا طلعت صداش در نیومده. کمک لازم نداری؟ یعنی تو بخوای به من کمک بکنی؟ پیرمرد. پیرمرد خودتی؟ ببینم اونا رو برسون، بیا یه شطرنج بزنی. باشه، بچین، اگه رسیدم میام. سلام. مامان خونه است؟ خونه است. مهران، میشستی دو کلام بابا حرف میزدی، منو تو درد سر نمینداختی. مامان الان وقت این حرفا نیست، من دارم مغازم رو دست میدم به خدا. تو که اخلاقشو میدونی، اگه بفهمه حسابی از دستم دلخور میشه. اگه بفهمه بله، از کجا میخواد بفهمه؟ اگه شما طاقت بیاری چیزی نمیفهمه. طلعت، بیا اینا رو بگیر. چه خبره؟ تو این وقت روز اینجا چی کار میکنی؟ مادم همینجوری یه سر بزنم دیگه. چقدر خرید کردین؟ خواستگاریه؟ خسته نباشی. ممنونم. همه رو خریدی؟ هرچی میخواستی واسهت خریدم. دست درد نکنه. مهران صبر کن یه لحظه، یه کاری بخوام واسم میکنی؟ الان؟ آره، باید مشخصاتم رو تو سایت بازنشسته ها کامل بکنم. بیا. خب انجامش بدید خودتون. بابا من که بلد نیستم چه. تو انجام بدی تا یاد بگیرید دیگه. خیلی خوب باشه، اگه نمیتونی الو میدمش به یه کسی دیگه این کارو بکنه. حالا ناراحت نشید، انجام میدم. گوشی انجام میدم، انجام میدم. خدافظ. خدافظ. خب از اون چیکارش میتونم بالاخره قرار شد چی درست کنی؟ مرغ توش گذاشتم، قیمه هم دارم درست میکنم. ماما. سلام. 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 سلام ماما. سلام. روی قربون مامان خوشگلم برم، حسابی خسته شدی. ببین ژله رو یادم رفته بود تو لیست بنویسم، دیگه خودم رفتم خریدم. یه دسرم برام درست کنی دیگه تمومه به خدا. من ببینم چیکار کردی. تو که میری سر کار، برای چی وسط هفته مهمونی میگیری؟ بابا جان به خدا، اگر من مهمون دعوت کرده باشم کارای این بهرام دیگه میشناسیش که. مامان من خودم که از صبح یه لنگه پا اینجا واسدم. بابا جان بنده خدا از صبح تاله رفته دنبال لیست خرید شما. دستش درد نکنه بابا. آن راستی بابا، اینو مهران دم در بنداد گفت مال شماست. چیه؟ داد به تو؟ آره. هیچی، باید مشخصاتمو تو سایت بازنشستگی کامل کنم. زحمتش رو تو بکش. باش ماما، یه چای بس بابت برید. این بهرام بعد این همه سال هنوز داره خودشو میکشه به من ثابت کنه از پس کارهای خونه و بیرون با هم بر نمیاد. منم هرچی حالشو بگیرم. صد کن.
دختر جون با حالگیری میشه زندگی کرد؟ چرا نمیشه مامان جون، حالگیری خودش نمک زندگیه. این دوستای من همیشه وقتی مهمون دارن غذا از بیرون میگیرن، هیچ کدومشون خودشون غذا درست نمیکنن، فقط این بهرامه که گیر داده نه حتما باید خودت تو خونه غذا درست کنی. چقدر من وقتشو دارم اون کارا رو بدارم. باشه مامان جون، باشه قربونت برم، غذا رو میپزم میبرم خونتون، میچینم رو گاز. الهی فدات شم، من تو رو نداشتم بدبخت میشدم ماما. بس دستر یادت نره خب؟ تو با خیال راحت برو سر کار. برو خدافظ. آن راستی مامان، بادمجونا رو کبابی کن یا بوی دود بده بهتره. به سلامت. کجا؟ میرم پیش اکبر. وا چرا یه هایی؟ یه کار کوچیک ازشون خواستم. با بچه ها گرفتارن، یادشون میره. هادی خان دنبال مهتاب بری یا؟ کجایی عمو؟ میخ شدی؟ کی شما؟ نیستی، نیستی هادی جونم، نیستی. خب بابا، حالا من ازت یه چیزی خواستم، گفتم اگه تونستی خب قرار نیست انقدر بری تو فکر. خب اگرم نشد نشد، فدای سرت، خودم جورش میکنم. اصلا مسئله حرفا الو سلام بابا، چی شده دخترم؟ ایداد بیداد، پاک یادم رفته بود. باشه باشه، همین الان میرم. الو الو مشگان، چی شدش؟ باید میرفتم دنبال نوام، یادم رفته بود. ببین نگران نباش، اون قضیه رو تا عصر جورش میکنم. ببین هادی جونم، هادی ای بابا، طلعت طلعت سلام دخترم. چه نیومدی دنبالم؟ یادم رفته بود، وقتی هم که اومدم دیگه خیلی دیر شد. من منتظر بودم تا مامان بزرگت دنبالم. معذرت میخوام، منو ببخش دخترم. نرو تو آشپز خونه. چرا؟ مامان بزرگ میخواد دعوت کنه. برای چی؟ کلی هم از دست عصبانیه. آره؟ آره. برم برم ببینم چه خبره. باشه. طلعت طلعت چی شده؟ ببین چی به حال روزمون آوردیم. میبینی تو رو خدا، از صبح تا هر چی زحمت کشیده بودم دود شد رفت هوا. این بچه ها یکی که کاغذ و یادشون رفت بردارن با خودشون ببرن بیرون ها. باید لحج کنی دنبال مهتابم نری. خب یادم رفته بود، به مژگان هم گفتم یادم رفته، خیال کردش که مخصوصا نرفتم، تلفن رو قطع کرد. خب بچه شه نگرانشه، چیکار کنه؟ نگاه تو رو خدا، آخه این بچه امشب چی بذاره جلوی مهموناش؟ خب بالاخره شده دیگه، حالا یه چیزی از بیرون میگیرن. این هم شد حرف؟ اصلا میدونی چیه؟ تو از این بچه ها دلخوری؟ هی بهونه میگیری. من کی دارم بهونه میگیرم؟
هر وقت خواستم دو کلمه حرف حسابی با بچه ها بزنم تو جلومو گرفتی، همیشه بی خودی ازشون طرفداری میکنی. خیلی خوب باشه، هر کاری که دلت میخواد بکنی بکن. بابا زد آخر مامانه دعوت کرد. نه بابا، دخترم اینجا پر دوده، برو تو حیاط. چشم. طلعت، این رمزش چی بود؟ میخوای چیکار؟ لازم دارم، میخوام بدم به یک کسی. به کی؟ بهت میگم، عوضش بعدن بهترش برات میخرم، بازش کن، بازش کن. هادی قبلا باید بهت میگفتم، میخواستم بگم ها، ولی یادم رفت، فرصت نشد، بس که کار سرم ریخته. چیو میگفتی؟ یه نفر پول لازم داشت، بهش دادم کارش را بیفته. به خدا همین امروز میخواستم بهت بگم. تو که کارتو کردی دیگه چیو میخواستی بگی؟ خدا منو بکشه، من قبلش بهت میگم. دادیش به کی؟ پرسیدم دادیش به کی؟ دادیش به مهران به خاطر اینکه بازم گندکاریاشو بپوشونی؟ تو خیال میکنی اگه من ساکتم هیچی نمیفهمم؟ اینجوری نگو عادی، به خدا بچه هم خیلی گرفت داره، دیگه روش نمیشه خودش بیاد بگه. 50 سال باهات زندگی کردم، توی همه این سالها کار کردم و جون کندم که سخت بالای سرمون باشه، که جیبتون بی پول نباشه، نذاشتم حتی آب تو دل بچه ها تکون بخوره. این دست مزد من بعد این همه سال، حالا شدم یه غریبه. شرمندم به خود، الان میرم به یک زنگ میزنم. تلوار وقتی نمیخواد، هادی من توی خونه هیچ حرمتی ندارم، حتی ارزش مشورت کردنم ندارم، حتی ارزش اینو ندارم که پسرم بگیره بشینه با من صحبت بکنه، درداشو بگه. حالا من یه نامحرمم، چطوری میشه توی خونه با یه نامحرم زندگی کرد؟ طلعت، اون دواهامو بیار. نمیخواد، نمیخواد، خودم میارم. Thank you.
بزرگ کجا میری؟ منم میام. برو تو دخترم، برو تو. هادی جان بابا بسته، بلندشو بیا بری، خدا بیا مرزتش. آخه اگه تو حرف نزنی که من نمیفهمم چته. تو هم که میخوای از همه چی سر در بیاری. ای بابا خیلی بدخلق شدی ها. این طلعت بیچاره از دست تو چی کشیده که بعد 50 سال بیرونت کرده؟ بسته دیگه بابا، مسخره بازی در نیار. کل زندگی مسخره است. فیلسوف شده. الان یه چایی تازه دم واسه درست میکنم. مهران داره میاد. بهش نگی من اینجا. سلام عمر. سلام عمو جان. این ورا بابامو ندیدی؟ اینجا نیومده؟ چطور؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده، از خونه زده بیرون، گوشیش خاموشه. باباست دیگه، مامان نگرانش. نگران چی؟ من که بچه هست که گم بشه ها. چی بگم والا، اگه اومد حتما به ما یه خبری بدید. باشه. اما راستی اون جریانی که صحبت کردی، خداحافظ. خداحافظ جانم. رفت. تو چرا گوشیت خاموشه ها؟ چرا قایموشک بازی در میاری؟ ببینم چیه که به من نمیخوای بگی؟ اکبر خواهش میکنم تو دخالت نکن. باشه باش. سلام، اینجا نشستی بر چی؟ چی شد؟ بیشم اون اکبرم نبود. ای داده بیدم. امیدم با اونجا بود. شما چیکار کردین؟ هیچ دیگه، همه جا زنگ زدیم. دوست، فامیل داشتم. خونه عمه اینا هم نبود. چیکار کنم؟ اون دیگه به کی زنگ بزنه؟ من که عقلم به هیچ جا نمیرسه. عقلت؟ اگه عقل داشتی الان این وضعیتمون نبود که. همه این بدبختی ها سر توه. چی میگی تو؟ سر منه یا سر تو که جز درد سر هیچی برای این دوتا نداشتی؟ چرا انقدر رو داری ها؟ بس کنیم بچه تو الان برای چی تو این وضع اوزایی؟ بس کنیم ماما جان، شما خودتو ناراحت نکن، من برات پیداش میکنم. یعنی چی پیداش میکنم؟ مگه گم شده که پیداش کنی؟ تو نمیدونی اون قهر کرده، مخصوصا گذاشته رفته، قایم کرده خودشو. من طلاها رو برگردوندم، ندیدی؟ از اونجا خونت معلوم نیستا. خونه چیه؟ من فکرم مشغوله. باور کردم تو راست میگی. ببین اکبر، من دل و دماغ شوخی کردن رو ندارم. خیلی خوب شدی اینه او برج زهر ما. اصلا نمیشه چار کن اون باید حرف زن. میگم جای من رو زمین ننداز، من رو زمین نمیتونم بخوابم. خب از اولش میگفتی. تو از من پرسیدی که من بگم. طلبکارم شدی؟ از تو خواهش کردم اجازه بده برم مسافرخونه. گذاشتی؟ خیلی خوب، برو برو تو رو تخت من بخواب. برو جان. دستت درد نکنه. سرت درد نکنه.
اکبر جانم میگم من شرمندم نتونستم واسه پول جور کنم. دشمنت شرمنده فدای یه تار مون. من که رفیق خودم رو میشناسم. تا مشکلت یه جای دیگه است. برو برو استراحت کن، فردا صبح مفصل حرف میزنیم. برو جان. شبت بخیر. شب بخیر. اکبر رفتم در مدرسه نوام دیدم نیومده مدرسه، نمیدونم چی شده. خب میگم که یه توکه پا برو در خونمون به بهانه اینکه با من کار داری ببین اونجاست، حالش خوبه. بیا بیا فعلا کباب بخوریم تا بعد. شنیدی چی گفتم؟ میگم یه سر برو در خونمون. هادی تو اونا رو ولشون کردی تا دستشون خلاص بشی. خب ولشون کن. چی رو ولشون کنم؟ نگرانم. میگم نکنه بلایی سر نوام اومده باشه. من موندم که حرف حساب تو چیه. بابا یکم دور شو. ولشون کن. تو بابا جون بذار اونا به حال خودشون باشن. اونا دیگه بزرگ شدن حاجی جونم. ماما اینجا این؟ سلام. سلام ماما. ماما پسر این معین خانم رو دیدم، میگه سر کوچه دیروز بابا رو دیده. اینجا؟ آره میگه با هم سلام علیکم کردن. میدونم دیگه الان دل تو دلش نیست. بمیرم اینجوری آبرش به جان خودم. خونه یکی از دوستاش اینا لوش نمیدن. پیداش میکنم دم در خونه همه شون میرم. تقصیر منش، تو عمرم هیچی ازش قایم نکرده بودم. بهش میگفتم تقصیر تو چرا، قربونت برم مقصر منم. من ازت خواستم هیچی بهش نگی، حقم داره. میگن اون پولای منو دارن خودشون خرج میکنن، از منم لاپوشونی میکنن. پر رو وا کن دهن تو. بهش برخورد خدا از وقتی بابا رفته ها دستم به هیچ کاری نمیره. تو خودت پیداش کن. پیداش میکنم مادر، نگران نباش. من همه سپردم.
بچه شما برگردین سر خونه زندگیتون. کجا بریم؟ به خدا من که تا بابا نیاد هیچ جا نمیرم. تصویر مشاهده میکنید این 30 تا دونه با نخ ظریف سر انداخته شده و این 30 تا دونه با نخ ضخیم سر انداخته شده. ببینید چقدر تفاوت سایز داره و این تفاوت سایز فقط در اثر ضخامت نخ برای ما ایجاد شده. پس اینی که بی لطف بفرمایید از این به بعد چیکار داری میکنی اکبر؟ سلام. سلام. ازم داشته پولیبر راستم میباف عمرش قد نداد تموم کنه. بده تنها توسط تمومش میکنه. نه نه ببه میخوام خودم تمومش کنم. وقتی این کاموار رو لمس میکنم و حس میکنم که اونم اینجاست. خدا رحمتش کنه. خدا آخر و عاقبت ما رو به خیر کنه هادی. آره ببین عسل خریدم. برو صابونتون بخور. برو جون. میگم امروز چهارشنبه است. امروز دیروز شنبه بود. نمک دون پس من رفتم. کجا میخوای بری؟ میرم امامزاده. امامزاده بس چی؟ بعدم بهت میگم.
سلام. سلام اکبر، لباس تو بپوش برو خونه ما. چی شده؟ برو ببین چه خبره. ای بابا ده زود باش دیگه، میگم برو. من دیگه نمیبینی، دستم بنده، کار دارم. الان 40 سالی که طلعت روزای چهارشنبه میره امامزاده، اونجا نون و پنیر و سبزی تقسیم میکنه. خب نازش قبول. امروز نرفته بود، رفتم در خونه دیدم مژگانم گریه کنون از خونه اومد بیرون. میترسم چیزی شده باشه. خب انقدر نگران بودی چرا خودت نرفتی خونتون؟ میخوای برم خونه که بگن پشیمون شد برگشت؟ هادی جون تو خیلی با خودت درگیری. من نگران طلعتم. میدونی اون قلبش مریضه. آخه من به چه بهانه‌ای برم خونه ای تو؟ خب تو یه کاریش بکن دیگه. عمو اکبرم. سلام علیکم. بفرمایید. نمام اونجا مهمون داریم. اینجا رو میبینی؟ اصلا این دونه ها رو جا انداختی. بفرمایید. یعنی همش من اشتباه بافتم؟ نه ببین، از اینجا تا اینجا درست بافته شده. اینجا ولی اینا جا افتاده، باید از سر بافته بشه. تا اونجاشه که اعظم خود بیامرز بافته بود، اون بقیهشو من بافتم. خدا رحمتش کنه. میدونی خوبیه بافتنی چیه اکبر؟ نه. اینکه وقتی اشتباه کردی میتونی از سر ببافیش. خدا عمرتو دراز کنه. من برات درستش میکنم. نه طلعت خورم جان، ببین من دلم میخواد که خودم تمومش کنم. شما فقط محبت کن. ببین من تلویزیون نمیتونم یاد بگیرم، به من یاد بده که من چیکار باید بکنم. ول کن بافتنی تو رو خدا. چه خبره؟ چه خبر؟ چه خبره؟ مثل همیشه. عمو جان تو چرا پریروز بچه رو نبردی مدرسه؟ شما از کجا میدونی؟ خب مثل اینکه خیلی سرم بچه محلم دیگه. از بابا خبر نداری؟ اما خیلی نگرانشیم. چیه عمو جان؟ چرا کم طاقت شدی؟ زور که از خونم داشتی میومدی بیرون گریه میکردی. شما اونجا بودی؟ تو اصلا حواست به دور و بر نیستا؟ حواس برام نمونده به خدا. از وقتی بابا گذاشته رفته مامانم خیلی حالش خوش نیست. زور داشتم میبردم نظریاشو بدم امامزاده. طلب کنم که الان حالت چطوره؟ شکر خدا الان خوبه. خدا رو شکر. خدا رو شکر. سلام. سلام اونجا. سلام امو اکبر، خوش اومدی. سلام امو جان. مامان بابا رفته بونگا چک داده که من بتونم دوباره مغازه رو تحویل بگیرم. خوبی نمو اکبر؟ تو دیدیش؟ نه. اگر محبت کنی به من یاد بدی یا دیگه رفع زحمت میکنم. کجا همون حالا نشسته بودی؟ نه باید برم، مهمون دارم. Thank you.
اومدم. چیه این وقت شب؟ من چه میدونم؟ سلام. خوش آمدید. اجازه هست؟ خوش آمدید. بفرمید. سلام هادی خان. سلام. بفرمید داخل. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید خانم. ببخشید. خواهش میکنم. الان چای میارم خدمتتون. بالاخره نتونستی جلوی دهنتو بگیری. به روح اعظم اگه من گفته باشم. پس از کجا فهمیدن؟ که من چه میدونم؟ حالی من گفتم بیان بشین. تو چیزی نگو بابا، شما حق دارین از دستمون عصبانی باشین. فقط تو رو خدا برگردین خونه. بابا من شرمنده شما، جز درد سر هیچی براتون نداشتم. 5 ماه هیچی در نیاوردم بابا، حتی اجاره مغازم هم نتونستم بدم. کل پول مغازرم دادم بابت بدهی ها رفت. خجالت کشیدم بهتون بگم. اون روزم که طلاق رو از مامان گرفتم میخواستم یه کاسبی دیگه ای را بندازم، یه کار دیگه ای بکنم که نشد. حالا که مغازت رو پس گرفتی بس چی اومدی اینجا؟ اومدم ازتون تشکر کنم. تشکر لازم نیست، جبران میکنم بابا. بلنشین بریم. ما که بدون شما از اینجا نمیریم بابا. خونه بدون شما اصلا خونه نیست. از روزی که رفتین هیچ کدوممون حال خوشی نداریم. اصلا دست و دلمون به هیچ کاری نمیره. مهتاب چقدر دلتنگیتونو میکنه. شما همه کس ما این بابا. وقتی تلفنو قطع کردی اینو خوب فهمیدم. بابا شرمندم. من انقدر اون روز نگران مهتاب بودم اصلا نفهمیدم خدافظی نکردم. میدونین که مخصوصا یه همچین کاری نمی کنم. مامان که به هم گفت اصلا تازه فهمیدم. ببخشید. من به این کارهای شما ها عادت دارم. چه حرفیه میزنید شما بابا؟ اصلا همه اینا تقصیر منه. شما ببخش. به خدا حاضرم مغازه رو پس بدم، فقط شما برگردی خونه. اون وقت خرج زن و بچه تو کی میده؟ من هرچی میگم شما یه برداشت دیگه ای میکنی. بلنشین بریم. بگین چی کار کنیم که ما رو ببخشیم بابا. هر کاری بگین میکنیم. هیچ کاری لازم نیست بکنین، فقط برید. هر وقت پول لازم داشتین به هم یه تلفن بزنید. نگرانم نباشین. چرا فکر میکنید ما شما رو برای پول میخواییم؟ این چه حرفیه بابا؟ بچه صبر کنیم. حادی شده ما تو این 50 سال با هم قرار کرده باشیم؟ نه نشده. شده من بهت بی احترامی کرده باشم؟ نه بی احترامی نکردی. مگه همیشه نمیگفتی؟ اختیار همه چی با تو؟ چرا میگفتم؟ با من تا حالا بهت دروغ گفتم؟ نه، اما بعضی چیزا رو دیر گفتی. دیر گفتم ولی گفتم. اصلا شده یه بار بشینی به من یا به این بچه ها بگی چتونه؟ دردتون چیه؟ اصلا با خودت فکر کردی چرا این بچه ها وقتی یه چیزی میخوام میان سراغ من به تو نمیگم؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ همه عمو اکبر مهران دستش زیر سنگ بود، از عمو اکبر پول خواسته. آره اکبر،
تو پول واسه مهران میخواستی؟ هادی جو خب مهران هم مثل پسر منه، مگه فرقی میکنه؟ من تمام عمرم هر کاری تونستم برای شما کردم، ولی دریغ از یه تشکر خشک و خالی. حتی یه دفعه نشد یه تلفن به من بزنین حالمو بپرسین. شماها فقط منو به خاطر کارهای خودتون میخواین. یه دفعه هم که نتونستم بهتون کمک کنم گفتیم بابامون برای ما هیچ کاری نکرده. آره راست میگین، من هیچ کاری براتون نکردم. هادی این بچه ها جونشون برای تو در میره، فقط بلد نیستم بگم. شاید هم تقصیر خودمونه که بهشون یاد نداد این محبتشون رو به زبون بیارن. تو چرا هنو بیداری؟ خوابم نمیبره. هادی امشب تو با بچه هات بد رفتار کردی. آره میدونم. باشو باشو بهشون یه زنگ بزن، حتی دلشون در بیار. این وقت شب مطمئن باش که اونا مثل تو خوابشون نبرده. باشو شو بهشون زنی بزن دیگه. پاشه جونم پاشه. الو سلام مهران. نه چیزی نشده. خونه عمو اکبرم، اما فردا صبح میرم خونه. گفتم جمعه است نهار دور هم باشیم. به مژگانم خبر بده. نه نمیخواد، خودم بهش خبر میدم. آره خوبه.
خداحافظ. هادی، هادی بیا صبحونه بخوریم. هادی هادی جان، هادی چه مدت لازم بوده تا کلمه عفو بر زبان جاری شد، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است. تا جبران گذشته کن. دستم را بگیر.